بار دوم دوست داریم که خدا کاندید بکنیم. من همیش گفته ما الان من رئیس جمهور هستم. گرفتن مرغ شما دیگه یک لنگ داره. یگان جان من دیدم که یگان زمزمه هم میکنین. به خصوص غزل همشنو. نه شعرک لاله که یک تعداد هم میخوانن. کدام پس بقمرش. چهره دلنگیز اندام متناسب. درست؟ خود شما یک قیامت هست. میگن از انسانای دروی بسیار خوشتان میه. بله. زیاد لافوک هستین، لاف زدن زیاد دوست دارین؟ بله. جان من دل با گل روخان مدی خوب رو را کجا وفا باشه. سلام، صبح شما بخیر. هموطنهای کمیل از پرده مستطیل یک برنامه سوانه رو میبینن. امیدوارستم کمتان جور باشین. جمعه خوش به تمامتان میخوایم. من فرهاد رامکیستم، در کنار همکار بسیار خوب و عزیزم فاطمه رسم چنان. صبح بخیر. صبح بخیر، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ سلام، صبح بخیری دارم خدمت کسایی که همین لحظه ما را بیننده هستند. امیدوارستم که این برنامه را همچنان تماشا بکنین و خوشتان بیاید. بله، و شکیب غوثی این هفته خرچه کرد، خرابات کرد، آمد در برنامه ما، در کنار ماست. صبح بخیر شکیب جان. صبح بخیر رامکی صاحب. خوبستی؟ فاطمه جان. تشکر. صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. زنده باشید. سلام گرم تقدیم میکنم به تمام عزیزایی که هم یکون ما را از پرده های تلویزیون شما میبینن. صبح خوب رو امیدوار هستم آغاز کرده باشید. یک مهمان ما بسیار زود ناوخت نکرده؟ والا مهمان ما از این روز که رئیس جمهور نشد بسیار رسابش خراب است. اگر مقصد آمدن من یک یادآوری میکنم بر شما. من میگم دستت خلاص. بر صورت تا مهمان بیاین که موسیقی بشنویم، نظر چیست؟ هوا جمع شود. وا فضای گلدن استار است. تشکری میکنم از رستوران و هتل گلدن استار که یک فضای واقعا دوست داشتنی است. اونجا شف صاحب هم در حال آماده کردن ما دیگه با میسلای هم کباب میگیریمش. خب نام انگلیسیش چی است دیگه؟ من نمیفهمم. استیک میگن؟ اشتباه نگفتم. نگفتی، درست گفتی. بر صورت اونا هم آماده میکنن. بسم الله. در ما ندن یک بار. نسوزانی ما، در ما ندی. خب بر صورت میشنیم. بوته دارم که گرد گلز سنبل سایه باندارم. ز سنبل سایه
رامکی صاحب رفت در خیالات عاشقیش. راستیش هم رنگشان زرد گشتم. خودت نمی‌فهمی. بسیار تشکر غوثی عزیز، واقعا آهنگ زیبا بودک. واقعا من رفتم یک چند لحظه غرق شعر شدم، یک شعر فوق العاده پر معنا و پر مفهوم. احساساتی نشه. نه کنترل کنترل. مهمان ما اومدند. اون از بسیار دور میآیند. تورسن صاحب، حکیم تورسن، یکی از آگاهان سیاسی هستند و همچنان کاندید ریاست جمهوری بودند. جناب تورسن صاحب سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ خیر هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدید. خوب است؟ بفرمایید. تورسن صاحب. خوب هستین؟ زنده باشین. خوب هستین تورسن صاحب؟ بخیر آمدید؟ شما ببخشین دیگه یک ذره ناوخش. ببخشین تو وقت از خواب بیدارتان کردیم. خواهش میکنیم. روز جمعه معمولا مردم تا ناوخت خواب میباشن نه؟ به هر صورتش دیگه می که با شما هستیم، با از بیننده ها هستیم. خواه اجازه بتن که در قدم اول سلام احترامات خود خدمت شما و نرمند نهایت عزیز و گرامی و بیننده های نهایت ارجمند تقدیم بکنم و امیدوار هستم که یک صبح مملو از صفا و صمیمیت آغاز کرده باشند و با دیدن برنامه شما و چهره های شما دوتا گرداننده برنامه بیشتر لذت ببرند و با همیشه لبخند به لبهایشون باشه. سلامت. بخیر باشین، زنده باشین، خیلی خوش آمدین. آوازه بود که در شب که اعلام نتایج میشد، نتایج انتخابات ریاست جمهوری، شما بار بستره تانه، کوچ تانه برده بودین به دان دروازه ارک. خب یک آوازه بود و در پالی ازی چون دیگه در هر کوچ برده نمیشه. و من یکی از کاندیدایی بودم که تصمیمم همی داشتم که به مو کلبه غریبانه خود دوباره بعد از ختم کار به خانه خود بیایم، نه به او هرک دیگه. خب یک صحبت های دوستا بودن به هر صورت یکان اکس های فوتوشاپ شدگی هم دیده بودم. نه خجاله بال مردم یک گپ که میشه نه او را سرزبانه ها صفات شمایی بسیار زیاد میشه. خب بار دیگه هم دوست دارین که خود کاندید بکنین؟ تصمیم است؟ بار دیگه نه، بلکه دیگه من قریب انشالله و تعالی اگر خواست خداوند باشه رئیس جمهور میشم. برای از اینکه حکومت معقد در راه است. مردار قول از شما هم دیگه. شما ببینین حکومت معقد برای هست. یک دوم دیگه چون مردم از دو پدیده نهایت خسته شدن. یکی از حکومت که نهایت ناکارا، فاسد و مفسد و دروغگو و فریبکار، یکی از جنگ. بنان بر رهایی ازی باید که همه مردم دست به دست هم بتیم تا به صلح پایدار دست پیدا بکنیم. من خوارک خورد دارم فرهاد جان. بعضی وقتا که می گپ نامزده مثلا انتخابات ریاست جمهوری یا گپ ها که میشه خورد است نمیفهمه. باز هر سال بعضی از کاندیدا هستن که هر سال کاندید میکنن اما متاسفانه کامیاب نمیشن. بوز یک روز خوراک خورده مادرم چی میگه؟ میگه مادر جانم یا هر سال نامزاد میشن یا عرصی نمیکنن. خب بیاین دیگه توکل به خدا. شما بخیر میشه دیگه. اگر خواست خداوند باشه من همیش گفته ما الان رئیس جمهور هستم. گرفتن مرغ شما دیگه یک لینگ داره. نه ببینن چند چیز است. فاطمه جان. بله. گرفتن چوکی، چوبی و آهنی با پول، با تخطی، با تقلب بسیار ساده است. ورا پیدا کردن در دلهای مردم، در قلب مردم، این با میلیاردها دلار هم ناممکن است. بنان امی که من میگم رئیس جمهور دلها هستم که مردم ما محبت دارن، لطف دارن، ما همه الان رئیس جمهور دلهای مردم خودم. بسیار خوب. رئیس صاحب جمهور دلهای مردم ها میخواییم یک صبحانه دعوت کنیم. بریم بالا یک صبحانه گرفته میایم پس اینجا صرف میکنیم و قصه میکنیم. بس آمد میشین دگه. آه بفرمایید. چکه جانم میرن دگه. چکه فساد فساد چکه فساد. شما گشنه نمانید.
به دکتر صاحب عبدالله و به رئیس جمهور وظایف خود داشتی پیشنهاد کردی در دوره در دوران مختلف بخصوص در دوره کمپاینا. حال ما یک سه وظیفه به خودت داریم. خب یک شب باید انتخاب کنی. خب اولش شاگرد چاینکی پزه که خودت گفته بودی. نه. دومش شاگرد نانوای. سومش شاگرد مستری. برای ما شما انتخاب کردیم. ما برای شما انتخاب کردیم. این سه وظیفه برای یک شب باید شما انتخاب کردیم. چون شما که برای رئیس صاحب جمهور ما یک وظیفه رو انتخاب کردیم، ما هم تصمیم گرفتیم برای شما از این وظایف یک شب. خب ببینین که ما زمانی که برای رئیس جمهور و آقای دکتر عبدالله که رئیس اجرائیه بود این وظایف انتخاب کرده بودم، انتخاب نکردیم. گفتم که حتی اجازه نمیتم که اینا هم شاگرد چاینکی پز هم شود. برای از اینکه چون اینا همه قدر دزدی و غارت کردن که من بعد از گوشت چاینکی هم اینا دزدی کنم. با اون نسبت دیگه من نخواستم بر از اینا این وظیفه را بدم. خب حال ما برای خودت انتخاب کردیم، اگر خدای نخواست دزدی هم کردی نوش جانت. یک شای انتخاب کنین کدامش را دزد داریم. خب ببینین دایم آخریش چی گفتی؟ مستری؟ شاگرد مستری. بله یک سیاسی خودش مستری است. به این مفهومه که دردها، رنجها، غم، هندوی مردم، خواسته های مردم همین که برش رسیدگی میشه و برش برسیم و به کمبوتات که هست بر باسازی، نوسازی، ترقی، تحول و پیشرفت افغانستان همین وظیفه، وظیفه ما بوده و وظیفه ما هست و ادامه خود دادیم. ترسان صاحب صحبت های زیاد مثلا در رابطه با رئیس جمهور و دکتر صاحب عبدالله عبدالله داشتین، قسمی که مثلا آجان گفتن شاگرد چاینک باز گفتین حتی نمیگیرین نی؟ تو شیشتین هم برای رئیس جمهور مثلا همین صحبت هایی که شما گفتین سرشان بد خورده نخورده چی اکسان عمل نشان دادن چی گفتن؟ خب برتان نه یک بار نه چندین بار همراهشان شیشتیم صحبت کردیم، یادم نکردن اونا نه آقای عبدالله هیچ یاد نکردن. به نظرتون چرا یاد نکردن؟ تیر خدا آوردن یا چه رقم؟ خب به صورتش چند چیز هست. نشه که نمیجام بگوی یکی بیادر خود راست میگم. نه چند چیز هست که من برای شما بگویم. این یک واقعیت های جامعه است. من هیچ عقده نه با عبدالله دارم و نه با خیرالله و نه با کاچکلا نه با شیرالله نه با آقای غنی. فقط این واقعیت های جامعه بوده که من ایره انعکاس دادم. درد مردم است، رنج مردم است. چون همین مردم از هنات بیشتر تقاضا داشتن به مسابه رهبر و لیدر و رئیس جمهور افغانستان تا سهولت ها را برشان فراهم می ساخت. متاسفانه نه تنها که سهولت ها را فراهم نساخت بلکه کوههایی از مشکلات و چالش های را که در طول 6 سال هر دوی از هناشتن بر مردم ما خلق کردن، یک لقمنان هم داشتن او را هم گرفتن. کار مردم داشت او را هم گرفتن. بی عدالتی، قانون شکنی. خب به هر صورتش آرزو دارم که در وطن ما همه با لبخند زندگی داشته باشند و با خوشی زندگی خود سپری کنند. بسیار خوب. شما میتونین در این حال صحبت میکنیم زایر که انتخاب کرده نوش جانم کنیم. میخواییم بخواییم فراز که من پنجه بیارم دهان قاشق آوردیم. اوه تشکر. زیاد دوال استیک میرسه. یک دو دانه پنجه که باشه اینو تو بگی. میره خواه سعیست دامی. تشکر از لطفت. خواهش میکنم. دورتان سای بالا که رئیس جمهور هم نشدین فعلا دیگه رئیس جمهور نیستین جان. چی کاربار میکنین؟ چی میکنین؟ میگن که بدون از اینکه در رسانه ها میرین غیبت رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه را میکنین دیگه کدام کارم دار؟ ببینین جانم جمله غیبت نباید بگوید. خب برای از اینکه این واقعیت ها هست. اگر چون به میز اگر شتم از خودم پرسان بکنم که آیا راضی هستی؟ چون به مسابقه یک گرداننده ای اجازه را نداری که بگویی باشی. بله با خدا از دستش به تنگ آمدیم، دست تو آمدیم. ولی همه مردم از کارکردهایشان، نه اینکه مردم افغانستان با اینا کدام خصومت دارن، تکرار میکنن همین کاراشانه که شما میبینین، این دروغهایشانه که میبینین،
دروغ‌های شاخدار میگن. همیشه همه صحبت‌هاشون عوام فریبانه است. پروسه صلح ببینن. به جای از اینکه ما به یک صلح پایدار دست پیدا بکنیم، روز در روز مردم ما بیشتر رنج میکشن و رنج میبینن. و هر روز ما شاهد امو صبح که میخیزیم، به جای از اینکه امو صبح خود با یک لبخند آغاز بکنیم، طبیعی است که صدای انفجار به گوش ما میرسه و هر لحظه دیگه همه ای وظیفه شده که تلفن میکنه پدر جان کجا هستی، مادر جان بخیر هستی، بیادر جان چرا. خب کلگیش از تشویش است. به اون نسبت غیبت نیست، واقعیت های جامعه است. دکتر صاحب بگم دیگه نی؟ بله. حکیم صاحب تورسن، یعنی دکتر صاحب بگم درست است؟ مهربانی. در خانواده کی زندگی میکنی؟ خب در خانواده دیگه فعلا یک دختر و بچه ما است همراه من. متاسفانه گرچه نباید چشه، خب ولی در حالتش چون واقعیت است، همه دوستا و عزیزای ما میفهمن. خانم ما 6 ماه قبل با مرضی سرطان که داشتن اونا فوت کرد. متاسف هستم. خداوند ببخششان. در کار خانه چطور هستین؟ ولی در کارهای خانه بسیار تنبل. جدی؟ جدی تنبل است. و چون هیچ وقت برمامی خانم ما زمینه را مساعد نکرد تا همراهشان همکاری بکنم و همیش مرا تشویق میکرد به کارهای سیاسی. خداوند ببخشش. یعنی کار را یاد ندارین؟ خب این را تو نیست که یاد ندارم. خود طبیعی است که دیگه مثل شما میتونم که یک تخم پخته بکنم. نه ما خو لاندی پلاو یاد دارم. چیره؟ لاندی پلاو. خب این دیگه که تو یاد داری خام یا سوخته یا؟ نه بسیار مزه دار. خب در یک دیگه حتما مطمئن باشین که 3 نوبت اینا برنج میکشه. درست سرش پلاو است، خام است، وسط شول است، پایینش سوخته. سوخته است. نه نه حسین شما میاد داری نه حسین؟ نه ما دیگه میرم از همین یاد نداشتم که خوب است. یگان جای من دیدم که یگان زمزمه هم میکرین. خب من یگانه چیزی را که زیاد علاقه دارم موسیقی است. او بسیار خصوص غزلم شنو، نه شعرک لاله که یک تعداد هم میخوانن که قدیم شرافت برانی چی درسه؟ گلم از بام نشکست درخت های سر کورک. قدیم شرافت برانی چی درسه نشه؟ خب بینه به هنرمند، چون اونا علاقه مندای خود دارم، به همه هنرمندا احترام خاص دارم، هر کدامشان مطابق به توان خود می سراین. خب و او را باز همه مردم دوست دارن، هر کدام هر کس مطابق ذوق خود موسیقی میشنم. چون من خود من از ابتدا به غزل سخت کی را میشنمین؟ خب دیگه ما خو چی میگن؟ یکمه که ریسفید تر هستیم از امون سابقه ها را میشنیم. گرچه ریسفید هم نیستیم، خب میگن که گرچه پیرم ز صد جوان زنده دلترم. از هار نو بهار رشک برد بر خزان ما. خوبصن صاحب شکیب از دوران تان است یا نه؟ از دوران ماست. نه خب این که دیگه بی تفاوت است که جوان است و همه موسیقی که باز اوقات شنیدیم ازشون خواندنک های بسیار خوب دارن، غزل خوب میخوانن. خب بیا این خیلی ترسن صاحب یک زمزمه کنین. شکیب جان هم هست، شکیب هرمونیه را رفیق بگیر که ترسن صاحب از کرچ هم بفهم که کدام کرچ هم میخوانن. میشه که ببخشید میموندم سوالا سرمان بسیار خودمانی است که میشه که چیز میکنن کدام آهنگ میخوانین که آره خود اون شکیب هست همراهش شکیب جان بیبی که اول از کدام کرچ میخوانن؟ من یک زمزمی بسیار کوتاه دارم از پرمنات. پرمنات شنیدی؟ پرمنات یکی از برادرای اهل عنود ما بود که هنرمند بسیار موفق بود. شاید خواندنش هم شنیده باشید. دل چو از دل رو بود جدا. اوهو من یه دلیه آهنگ خاطره دارم. آه خاطره یه آهنگی هست که من در 12 بهترین کامیاب شدم، یعنی 24 بهترین بود، هم یه آهنگ خوانده بودم. آه اینال خیره بنامازم که
کم میکنم کتان یک جای میخوانیم دل چو از دل رو با جدا باشه چو بیمار بی دوا باشه هم چو بیمار بی دوا باشه دل چو از دل رو با جدا باشه دل چو از دل رو با جدا باشه هم چو بیمار بی دوا باشه هم چو بیمار بی دوا جان من دل با گل رو خوان مدی جان من دل با گل رو خوان مدی خوب رو را کجا وفا باشه خوب رو را کجا وفا باشه چو بیمار بی دوا باشه چو بیمار بی دوا باشه پایو بنهاد هر کی در کویش پایو بنهاد هر کی در کویش سر و خالی از هوا باشه سر و خالی از هوا باشه همچو بیمار بی دوا باشه همچو بیمار بی دوا باشه به 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 والد ترسن صاحب به شکل نام خدا بسیار عالی چقدر مقبول زمزمه کردین گاهی وقت زمزمه میکنین در خانه کت خود والد دارم ملمونیت دارم اوه به شکل میدارین به نوازین نه خب والد نمیگفتیم میتونم که آجل من من با سنم سر گم بدانی سر یاد دارم اگه میگین من بنوازم بخیر بخیرم بخیر بیا شکیف جان اینجا نبیا اونجا باش فقط اما قدر من برتم مینوازم که یعنی مام یاد دارم او دیگه هم بگو سر گم بدانی سر گم بدانی سر بسیار عالی یک زمان ترسان صاحب زیاد تکیه کلامتان ببین جانم بود حالا امو چیز هست؟ حالا امو هست ایج نگفتین امروز خب نه فکر میکنم یکی دو بار تکرارش کردم ببینید گفتین اگه ببینید جانم بسیار کیفناک هست ترسان امو بسیار مزه میتن نگفت بگوی ندرشان چیز نمانه خب خب باش کم و فضایش بیه تشکر به خدا اولین برنامه است که این رقم اگلات که بسیار کلان ها نه قدر ما خامشه شده من تا ایسته که بخاطر اونجا پخته کرد شیف صاحب اما خب اشتیا داریم بگیرید ترسن صاحب بسیار مزید باشه بشه زیکر دمیده بودم من میخوام یک اکس بگیرم اول در اینستاگرام یا فیسبوک بره خب اول در اینستاگرام میخوای بره آه ای چی مگن قانون شده خب اول باید در اینستاگرام فاطمه اینستاگرام و عکس استیک خب گفت خوب رویان را کجا وفا باشه راست چه طرف ما سعی میکنی و خاطر که خوب رویان اینا مقابل ما شده وفای چطور است نقصت وفا ترسان صاحب چیز نایی؟ مسئله ترسان صاحب بودن والا نه دیگه چی بگویم با وفاستم نی؟ آرزو دارم که امی رقمی که میگن امورتر باشه خب نه خب شما گفتین که خوب رویان را کجا وفا باشد خب این دیگه یک شعر است عطمان شکست عشقی خوردن نه ما در عشق خود شکست نخوردیم و مطمئن هستم پیشتر هم گفتم که حالا بهتون نیست که ما پیر هستم خب پیشتر هم گفتم چند سال هستین؟ جون؟ چند سال هستین ترسان صاحب؟ خود اگه نه سن شد اگه نه چرا؟ من سن خودم میکنم ماش که پرسان نکردم من 66 سال عمر دارم سال 1333 به دنیا آمدم شاید یکی دو ماه دیگه تا 1400 هم مانده دو سه ماه بود باز 67 میشم بخیر دعوت هستیم نگه سالگره رو تجلیل میکنین؟ چرا نه؟ خب در برنامه کاکتوس مهمان داشتیم منام فرزانه کوچی نماینده کوچی ها بود گفتن که یک آقا
که سنشان نسبتاً از ما کده کلانتر بود که ما مثل فرزند چان بودم بر ما پیشنهاد عروسی کردن. گاهی وقت نشده که با کس شما گفته باشد که ما میخوایم امرایتان عروسی کنم؟ نه خیر، بخاطر از اینکه ما خودم بخاطر خود از یاد جهان جوان گفتین به او خاطر خب نه، او به این مفهوم نیست که ما با سرنوشت یک دختر جوان بازی بکنم، چون او یک زندگی او آینده داره و در پالوی از سن ما بسیار کم است. این که میگم جوان هستیم، جوان به این مفهوم نیست که ما باید یک دختر خودسنه بگیرم، درست؟ بله. خب که گفتن بازم او چهره را هم افشا کردن، نامش هم گرفتن که از جمله همسنفیاش بود. همسنفیاش هم خوب بود، بله. دیگه بله. با او نسبت دیگه او و هر کس از امو ظرفیتش. ترسان صاحب، زمانی که امی کاندید شده بودین و کارا و کارزارتان جریان داشت، گفته بودین که مجده جان جمالزاده را سکرترتان میگین، حالا در تماس هستین؟ چطور شد؟ بیکار هستن یا ای که؟ خب ببینین جان مکت، طبیعی است که اونا یک هنرمند است. خب اونا یک هنرمند است. بله. و در پالوی عزیز یک هنرمند هیچگاه من مطمئن استم که امو جایگاه هنری خود بر ریاست جمهوری نمیده. از امو خود دلشانه فقط خوش کنیم دیگه؟ نه خب نه تنها دلشانه خوش، بلکه دیگه خب چون ایجاب میکرد یک برنامه تفریحی بود، اینجا هم شما بالای ما یک زمزمه کرد، درست؟ بخاطر از اینکه بینندهای ما و یک دوم دیگه اینمی برنامه که شما پیش گرفتین، شما مطمئن باشین که یک تعداد سنت شکنی را شما گذاشتین، چون یک تعداد از سیاسیون ما همی که رهبر است و لیدر است و تیکدار و قوم و مذهب، اونا فقط چوب قرد کرده باشن اما تو شخ و ترنگ میاین و دیگه این رقم جلوه میتن که یعنی بالاتر از همه مردم هستن، در حالی که اگر رئیس جمهور باشی، وزیر باشی، والی باشی و یا وکیل باشی، اصلا یک مامور و یا خدمتگار مردم هستی. یا خدمتگار هیچگاه نباید. خب ما هم و شما انسان ها هستیم، میتونیم که خنده بکنیم، میتونیم بخونیم، میتونیم هر چیز به جاش. حالا من یک برنامه شما را که دوست دارم، امیدوار هستم که موفق و کامگار باشین، سلامت، و این یک سنت شکنی است و این را ترویج میتونیم برای همگی که او رهبر، او لیدر، او بزرگ، او وزیر صاحب، او والی صاحب و او وکیل صاحب، تو اصلا خدمتگار هستی، نه ای که دیگه تو بادار مردم. با اون نسبت دیگه بیا یکی یک سوال دیگه کن فعال جان. یایده ببخشید بسیار زیاد، در دور بعدی بخیر که کاندید دوباره خدا کاندید کردین، باز من در کدام پست با قرار ایشم؟ این همی سوال رو بخواستم من مطرح کنم که می خودتم یک غم تا در جای سهی میخوردم. نه دیگه حالا من کرد خود رئیس صاحب جمهور میخوردم بزنم. خود رئیس صاحب جمهور آینده ما بی فاطمه جان، شما شایستگی هر چیز را داره. شما چی در نظر میگیری؟ خب ببین چی میگن، چهره دلانگیز، اندام متناسب، درست؟ و خود شما یک قیامت هست دیگه، با اون نسبت دیگه طبیعی است که یک قیامت باید در کنار رئیس جمهور هم باشه، بعد اقل که همون باز جایی که میرم و دیگه در پالی ما باشین و همون چی میگن، چون ما یک کمک چهره ما تاریک ترم هست که تو از برکت نور خودت برای ما هم نور برسه. تشکر. خب پستم چی میشه؟ در کدام پست؟ پوزیشنت دیگه حتما. خب طبیعی است که دیگه باز یک پست بسیار اساسه که براتون اساسش مرا خب گرفتی یک رقم اساس. چرا رقم زورت میتاله؟ یک رقم پست اساس برای شما را میگیریم، نه در دفتر ما باشن اگان چای بیارن بر ما همینجا به کابینه تشکیل ندهیم. والا خوشما کم است که همین رقم کابینه را تشکیل بده. بعد صورتش آرزو دارم که خداوند بنیاز هر جوان ما را با هر آرزو و آرمانی که دارند
پروردگار ما با ما آرزو و آرمانشان برسانند، چی شخصی است و چی فامیلی است و چی اجتماعی است. با امید همی که هر کدام شما جایگاه خودت داشته باشین، موقف خودت داشته باشین، و ما امیدوار هستم که بازم میگم که شما جایگاه خودت داشتین و دارین. اینمی که در امی شرایط نهایت با رنج و پیچیده با برنامه‌تان میتونین یک لبخند در لبهای مردم ما به حساب بیارین. این بزرگترین افتخار است برای شما. قربان شما. و جایگاه شما هم در دل مردم است. قربان شما. شما لطف میکنین. یک پیشنهاد دیگه هم براتون داریم. یک فیلم است. شما را میخواییم همراه آقای سلیم شاهین یک جا نقش ایفا کنین. اونا برادر شما باشه. حاضر هستین؟ خب ما به هر هنرمندم احترام دارم. هر هنرمند جایگاه خودت داره و هر هنر جای خودت داره. چون خود ما به هنر سینما که نهایت علاقه‌مند هستم، به هنر سینما تئاتر، ولی همین نقش بازی کردن همید. خب نقش اگر نه علاقه‌مند هستین. خب ما چند سال داریم نه؟ بله نخیر، اما جوابش برعکس است. اگر بله مثلا جواب بله است شما نخیر میگین، اگر که نخیر است بله میگین. صحیح؟ سوال اول. انسان مهربان هستین؟ نخیر. ببخشید بسیار زیاد. زیاد لافوک هستین؟ لاف زدن زیاد دوست دارین؟ بله. همیشه از سبزیجات استفاده میکنید؟ نه خیر. اگر دوست داشته باشین به یک شهر تفریحی برین، لندن انتخاب میکنید؟ بله. چهار بار عروسی کردین؟ بله. لوازم آرایشی را دوست دارین همیشه وقت استفاده میکنین؟ بله. عبدالله دوست طفلیت شماست؟ بله. من نمیفهم یک کفترباز ماهر هستین؟ کفترباز هستین؟ بله. میگن از انسانهای دروی بسیار خوشتان میاد. بله. بسیار زیاد پیسه‌دار هستین؟ بله. از کدام را میرین؟ از کدام را میرین؟ تشکر ترسان زیب از اینکه وقت دادین به ما. زنده باشین. اگر کدام شوخی، کدام موضوع خوشتان نامده باشه با بزرگواریتان ببخشین. بخاطر یک برنامه تفریح بود، سپاسگزارتان هستیم. تشکر. قربان شما. شما تشکر از شما. همه برنامه با تمام ویژگی هایش که بود با گردانندگی شما و فاطمه جان زیباروی بسیار خوشایند بود، برای ما خوش گذشت. من اگر خم از مادرتون میگیره که زیبارو میگین، به خاطر که من مادر جانشان گفته تسلیم خود دست کس از جات آزارش نده. علمه این اخو من خود در جیب بالای خود نمانده که از عادت شما می خب این پس امانات شما هست. دوباره برسانین تشکر بیادر جان. خب بازم تشکر از شما و امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما که ما را میبینن همیشه خوش و خوشبخت و سرحال باشن و از خداوند بنیاز آرزو دارم که تا در افغانستان در هی ملک بیچاره ما یک فضای صلح و آرامش و سعادت خوشبختی و حکم فرما باشه و بر هر بیننده و هر هموطن خود لبخند به لبهایشان مهر و محبت و عشق به قلبهایشان خواهند است. قربان شما. تشکر میکنیم از شکیب جان غوثی. در آخر یک اجرای یک آستایی و یک انتره از خودتان میداشته باشیم. سپاسگزار هستیم. یک خدافزی کنیم ما خودت. تشکر از همه شما که همیشه وقت بیننده برنامه ما هستید. خدا کنه این برنامه خوشتون آمده باشه و بازم در آخر باید تشکری بکنیم از گلدن استار، یک مکان، یک فضای بسیار دوست داشتنی و عالی. حتما یک سر بزنیم. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتان. تا برنامه که بازم حضورتان میای مامتون رو به خداوند می‌سپاریم. اجرای شکیب. خب شکر از دل، شکر مکی صاحب، ترسان صاحب، این فاطمه تشکر. امیدوار هستم که وقت خوش داشته باشید.
آهنگ شهر ما.